بحران ویروس کرونا بر زندگی همه تاثیر گذاشته است و شما که در بخش تجارت بیشتر تجربه دارین و مسائل برابری جنسیتی زنان را دنبال میکنید به نظر شما در مجموع بحران ویروس بر وضعیت زنان طی چند ماه گذشته چه تاثیری گذاشته است No, thank you for the um, it's, it's very زنان در حد مقدم مراقبت های ویروس کرونا قرار دارند آنچه مرا تا حد در قسمت وضعیت زنان مطمئن می سازد این است که آنها از خطر ویروس آگاه هستند به شمول کارفرمایان در شفاخانه ها مراقبت از کارمندان صحی را بیشتر ساختند از آنها در مقایسه با بیرون از منزل یا خانه مراقبت می شود. در شهر نیویورک دریافتند که واقعات کارمندان سیهی و دکتران در مقایسه با جمعیت آن شهر کم بود. امیدوارم در افغانستان نیز کارمندان سیهی از خود خوب مراقبت کنند و از آنها در محیط کاری نیز مراقبت صورت گیرد. شما اشاره کردید که ویروس بر کارمندان بخش صحی تاثیر گذاشته از در افغانستان نیز کارمندان مراقبت های صحی که بیشتر آنها زنان هستند صدمه دیدن اما ارقام کمتر گزارش شده است بخصوص در مورد بیماران زن و کارمندان صحی زن که متضرر شده نظر شما چیست ویروس <applause> <applause> فراگیر کرونا مانند شیشه روشن نابرابری جنسیتی را منعکس می سازد. اما در عین زمان فرصت است واقعا رهبران کشورها گرده هم آیند و بگویند که ممکن راه باشد که همه را کمک کنند. یکی از این راه ها می توان کمک از راه دیجیتال یا جهان مجازی باشد. اگر شما به اینترنت وصل باشید، شما تلفن خود را داشته باشید، شما بهتر و تر از بحران نجات پیدا می کنید. اما ما میدانیم که در سطح جهان زنان در مقایسه با مردان 70 فیصد کمتر به اینترنت دسترسی دارند فقط 20 فیصد زنان جهان موبایل دارند و در جهان دیجیتالی خیلی چیزها میگذرد و در اینجا برای تجارت های کوچک قرضه های متفاوت وجود دارد و بانک ها تا حد برای حمایت از کاربار مردم کمک می کنند اما در افغانستان زنان شاغل و تجارت پیشه تنها ماندن و هیچ حمایت برای مراقبت از مشاغلشان وجود ندارد نظر شما ما می دانیم که انستیتو های هستند که تلاش دارند تا از طریق دیجیتالی به زنان کمک کنند. فقط اگر یک عضو خانواده تلفن داشته باشد، با آن هم زنان و اعضای خانواده و دوستان می توانند برای رشد کاروبار یک زن کمک نمایند و از معلومات وضعیت ویروس با خبر باشند و می توانند برای یک زن توصیه های بازاریابی و دیجیتالی داشته باشند این کار تا حد موفق بوده است در برخ قضایا بانک ها کمک مالی فراهم کردند و حتی در بخش صحت روانی برای زنان کمک شده است به خاطر که در این وضعیت زنان بیشتر از نظر روانی صدمه می بینند و از دیدگاه تجارت ما می دانیم که مسائل تولیدی قیمت تولیدات و اینکه ممکن قیمت بالا برود برای زنان نگران کننده است من در جای خواندم که قیمت آرد بالا رفته است و حتی برخی دیگر از محصولات غذایی مانند بوره الا 12 فیصد بالا رفته است برای یک زن که باید غذا آماده کند دشوار است من با یکی از خانمای شاغل در افغانستان صحبت کردم که مسئولیت شبکه زنان شاغل با عضویت 6 هزار زن به پیش میبره خبر تا حد خوبی بود که زنان اکثرا از هایشان کار میکردن و اکنون هم از همین طریق امرار ماش میکنن نظر شما در مورد رسیدگی به این زنان شاغل در چارچوب هایشان چیست و چطور کاربار خود میتنن که نجات بدن بحران ویروس تراکم وضعیت زنان است نمیدانم به دری چی میگویند اما در اصل تعریف آن این است که زنان در این وضعیت بیشتر بهای آن را میپردازند بار دیگر باید تاکید کنم که فرصتهای شکننده این نابرابری را منعکس می سازد به خاطر که زنان از خانواده مراقبت می کنند و تجارت آنها و رشد اقتصادی آنها ضربه زیاد می بینند و تبعیض در عرصه تجارتی نیز برای زنان مصیبت بار است شما میدانید که زنان جز جامعه افغانستان هستند و در بخش اقتصاد سهیمند نظر شما در مورد آینده زنان افغان در محتوای مذاکرات صلح و خصوصی که آنها در زمان طالبان فرصت اقتصادی و آموزشی نداشتند چی است؟ افراد با دیدگاه منفی در جهان میگویند پیشرفت ها در عرصه حقوق بشر و حقوق زنان متضرر می شوند. اما افراد خوشبین مانند خودم این وضعیت را یک فرصت خوب می بینیم. به نظرم جامعه جهانی باید با هم یک جا شوند و مطمئن شوند که زنان در میز مذاکره کرسی خود را داشته باشند و آنچه قطع نامه 13-25 سازمان ملل متحد است عملی گردد و حضور زنان در مذاکرات سال حتمی است به خاطر که با حضور زنان در سطح رهبری نتایج خوب به دست می آید. مانند رهبران زن در جهان که در وضعیت بحران کرونا ثابت ساختند. رهبران زن در هفت کشور جهان با درک وضعیت صحی، اقتصادی و مسائل خانوادگی بهتر از هر کشور دیگر به وضعیت بحران رسیدگی نمودند. به همین دلیل معتقدم که در مذاکرات با زنان نیز در پروسه صلح شامل باشند و امیدوارم که جامعه بین المللی در این راستا اقدام کند.